بینندگان محترم، ایام خجسته ولادت سید شباب اهل الجنه، گل بستان رسالت، حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام را خدمت ائمه ابرار صلوات الله علیهم اجمعین و بالاخص به پیشگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله و پیشگاه مقدس و مبارک امیر المؤمنین علیه السلام و پیشگاه مقدس و مبارک حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها تبریک و تهنئت و عرض می رسانم. همچنین خدمت شما بینندگان عزیز تبریک و عرض می رسانم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خداوند متعال ما را از شیعیان آن بزرگوار، از دوستان آن بزرگوار، از مؤمنین به حق آن بزرگوار قرار بدهد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عدوهم. حضور میخوام. بینندگان محترم، به مناسبت ایام خجسته میلاد حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام و آنچه که در پیش رو داریم، ایام شهادت حضرت سید المتقین امیر المؤمنین علیه السلام، یک سلسله بحث های پیرامون فضائل خمسه طاهره سلام الله علیهم اجمعین به خدمت شما به عرض می رسانم و فضائل اهل بیت علیهم السلام بی حد و بی حساب می باشد. بینندگان محترم، از جمله فضائل محیر العقول اهل بیت اطهار علیهم السلام امر نزول آیه مبارکه مباهله می باشد که این آیه شریفه به وجوه متعدد افضلیت اهل بیت علیهم السلام را بر تمام خلائق ثابت می کند. اقربیت آنها را به نزد پروردگار عالم نسبت به تمام خلائق ثابت می کند و مقام امامت و ولایت و حق طاعت و حق ایمان داشتن به امیر المؤمنین علیه السلام و ذریه طیبه و طاهره آنها سلام الله علیهم اجمعین را ثابت می کند. تمام این فقرات را که عرض کردم، همه اینها از مدلولات نزول آیه مبارکه مباهله می باشد و طبعا در این مباحث ما از کتابهای مخالفین برای شما حجت می آوریم و استدلال می آوریم، به خاطر اینکه حجت بر مخالفین تمام تر باشد. و بینندگان محترم، در بین جماعت مخالفین افراد تحصیل کرده خیلی زیاد هستند، هم کسانی که تحصیل کرده در علوم دینی هستند و هم کسانی که تحصیل کرده در علوم دنیوی هستند، و من از این افراد میخواهم که این عرایض حقیر را با دقت گوش بکنند و اینها اگر خللی در استدلال من یافتند، خدشه‌ای توانستند در استدلال من وارد بکنند، آن را ذکر بکنند. و بینندگان محترم، تمام کسانی که پیرو مذهب عمریه هستند تا آن زمانی اینها می توانند متمسک به مذهب عمریه بمانند که راه تفکر و راه تعقل را بر خود ببندند، یعنی با دیده تعصب به گفتار شیعیان نگاه بکنند و با دیده تعصب گفتار شیعیان را رد بکنند. اما اون زمانی که اینها انصاف را پیشه کردند و تأمل کردند در کلام شیعه، که حالا بفهمیم حالا کلام شیعه را ولو قبول نکنیم، بفهمیم که راست میگویند یا درست نمیگویند، و مجرد این که این فکر و مخیله اینها خطور بکند و از این راه وارد بشوند و به کلام ما نگاه بکنند، اون وقت بینندگان محترم محال است کسی عمری بماند. ناممکن هست کسی منکر ولایت اهل بیت علیهم السلام و منکر کفر غاصبین فدک بماند. و این مطلب را من خیلی الحمدلله رب العالمین به صورت واضح بیان کردم و علمای شیعه عموما بیان کردند. بینندگان محترم، متاسفانه در این دعوت جهانی به اهل بیت علیهم السلام
آنچی که سبب شد که این دعوت که خیلی می توانست به مدت کوتاه نتایج خیلی عظیمی به دست بیاورد، آنچه که سبب شد که بله خیلی از عمری ها بر همون مذهب باطل خود بماند، بینندگان محترم، خیانت علمای شیعه و دولت ایران به مذهب تشیع می باشد. اگر مذهب دولت ایران به مذهب تشیع خیانت نمی کرد و علمای شیعه را آزادی می داد که اینها آنطوری که شایسته و آنطوری که بایست مردم را دعوت به اهل بیت علیهم السلام بکنند، این دعوت به اهل بیت علیهم السلام ثمرات خیلی شیرینی می داشت. خب بینندگان محترم، ما از شبکه های وهابی گلایه نداریم که چرا آنها با ما مخالفت می کنند، اما شیعیان این را بدانند که خیلی هستند، بلکه اغلبیت علمای شیعه بله نسبت به عقاید حقه یا جاهلند یا منحرفند و مرکز تشیع که ایران می باشد و دولت ایران هست، بینندگان محترم، این دولت خودش دشمن مذهب شیعه می باشد و این مصیبت عظیمی هست. و در 30-40 سال گذشته دولت عربستان سعودی بالحق که مذهب عمریه را احیا کرد، از چه طریق بینندگان محترم؟ از راه تأسیس دانشگاه ها و مدارس و مساجد سلفی در تمام دنیا، نه تنها در خود عربستان سعودی، در آفریقا، در اروپا، در امریکا، در آسیا، در خود داخل ایران، در تمام هر جا که مسلمان هست، در چین مساجد خیلی زیاد، مدارس مجلل با بودجه های خیلی چشمگیر و همچنین دانشگاه های خیلی زیاد. این از یک طرف. از جانب دیگر بینندگان محترم، احیای آثار علمای عمریه که آدمای عمریه که آثار اینها از بین رفته بود و کسی اینها را نمی دانست و کسی سراغ اینها را نمی گرفت، دولت عربستان سعودی با یک تکاپوی خستگی ناپذیر این کتاب ها را با تحقیقات خیلی عالی، با تحقیقات خیلی دقیق و در عین حال خیلی متعصبانه بر همون منهج عمری اینها را چاپ کرد، تکثیر کرد و الی ما شاء الله اینها را در جهان پخش کرد. و بینندگان محترم، بعد تربیه مبلغین و تربیه علمایی که بتوانند از منهج عمری خوب دفاع بکنند و از جانب دیگر بر مذهب شیعه خوب خدشه وارد بکنند، اینها را تمام دنیا را اینقدر زیاد اینچنین روحانی تربیت کرد که تمام دنیا از این روحانیون پر هست. حالا شما مثلا در بریتانیا اگر بروید، هر کوچه و پس کوچه آن چند تا روحانی عمری با ریش دراز که تا سر ناف میرسد و که خیلی هم بر مسائل مذهب عمری مسلط هستند موجود میباشند. امریکا همینطور، امریکای لاتین همینطور، حالا چه برسد به پاکستان، چه برسد به مصر، چه برسد به مغرب و کشورهای اسلامی که هر جای اونها را پر ساخت از این عده مردم. در مقابل این بینندگان محترم، بله علمای شیعه سکوت، بیکاری و علمای شیعه پرداختن به چه مطالب؟ مطالب علم اصول که پیدا بکنند موضوع علم اصول چیست، یا امر دلالت بر وجوب میکند یا نه دلالت بر استحباب میکند و از این قبیل مسائل که هیچ فائدهی نه در دین دارد نه در دنیا دارد. و یک پاره بعضشان هم پرداختن به مسائل فرعی، علم فقه، که او هم چیز خوبیه، اما خب وقتی که دشمن بر اساس و اصول مذهب حمله می کنند، شما از استنجا و طهارت و بیع و خیارات صحبت بکنید، این جوابگوی حمله دشمن نیست. و عده خیلی زیادی از علمای شیعه پرداختن به چه مسائل بینندگان عزیز؟ به مسائل عرفان و فلسفه. خلاصه بینندگان محترم، این حال علمای ما و حوزه های علمیه ما. عده کمی از علما خواستند بینندگان محترم که برای دفاع از مذهب شیعه کتاب بنویسند
مثلا مقاله بنویسن، کتاب بنویسن، خب اینا محدوده، عدد اینها محدوده و کتاب های اینا محدوده و عموما کتاب های خیلی علمی نیست. 100 سال میگذرد، 200 سال میگذرد تا حوزه های علمیه یک کتابی مانند الغدیر مثلا اینها میتوانند به جهان عرضه بکنند، و الا عموما کتاب های که خیلی عالی باشد و محققانه باشد این دیگر یادش بخیر، اصلا چون در این وادی نیستن علما. بینندگان محترم، و اگر کسی هم بخواهد این کارها را انجام بدهد، اولین دشمن او خود دولت ایرانه که او را از این کار جلوگیری میکند و در برابر او بله صد ایجاد میکند، بلکه او را زندانی میکند، خلع لباس میکند، از او اینقدر کتک میزند تا او اعتراف بکند که بله من جاسوس انگلیس هستم یا جاسوس فلان کشور هستم و من پول دادن که من اختلاف بین مسلمین بیندازم. لذا بینندگان محترم، انقلاب آقای خمینی و این دولت کثیف ایران، این دولت بله برای تشیع خیلی ضربه عظیمی بود و برای فرقه عمریه و وهابیت و برای اسرائیل و برای دشمنان شیعه بالعموم یک بلیت بخت آزمایی بود. بلیت بخت آزمایی یعنی یک تکت لاتری بود، بلیت لاتری، بلیت بخت آزمایی بود که این را به نام وهابی ها برآمد و بزرگترین خساره را ما دیدیم و بزرگترین استفاده را دشمنان ما بردند. خب بینندگان محترم، این دعوت به اهل بیت علیهم الصلاه و السلام خیلی میتواند مؤثر باشد. چرا بینندگان محترم؟ به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اولا حجج و بینات خیلی واضح و روشنه بر دو مطلب، بر امامت 12 امام علیهم السلام، عصمت آنها، اینکه اونها خلیفه خدا هستند، و از جانب دیگر بر کفر غاصبین حق امیر المؤمنین علیه السلام و بطلان خلافت آنها. خب این مذهب عمری استمرار پیدا کرده، دوام پیدا کرده، فقط به خاطر همین که این دو مطلب که به آن اشاره کردم، این علمای عمریه همواره توانستند این را مخفی نگه بدارند و علمای شیعه هم این را نتوانند در داخل خانه های عمری برسانند، در داخل مدارس عمری، در داخل اهل فکر و اهل نظر عمریه این مطالب را برسانند. به خاطر این 1400 سال این مذهب دوام آورده، و الا این بیت، اینها بیت عنکبوت مذهب عمریه، بله خیلی مذهب ضعیف و خیلی مذهب پوشالی و یک همت میخواد این فرو میریزد، این و مانند یک ساختمانی که داخل آن را مثلا موریانه خورده باشد، کرم خورده باشد و فقط یک دست بزنید شما تمام ساختمان فرو بریزد، همچین این ساختمانیه این مذهب عمریه. چون اینها اساس کار اینها خیلی بطلانش خیلی واضح و روشنه. لذا بینندگان محترم، اگر ما این دعوت را جهانی بسازیم و اهل اسلام را دعوت به محمد و آل محمد علیهم الصلاة و السلام بکنیم، این خیلی اثر بخشه و وهابیت از این بزرگترین وحشت را از این دارد و علمای شیعه از این غافل هستند، از این مطلب اغلب اونها الا عده قلیل، و این خیانت خیلی عظیمیه. بینندگان محترم، مهم اینه که اگر ما در این زمینه قدم برداریم و کار بکنیم، این اثر بخش خواهد بود. و این شما نگویید که الله یاری الله 6-7 سال صحبت میکنه اثر نبخشیده. من عرض کردم خدمت شما، صدای من یک صدای کوچیکیه. خب بقیه روحانیون اگر مثل من، مانند من بیایند اینجا، برنامه های بهتر، خوبتر، با امکانات خیلی زیاد، اونها اگر وارد میدان بشوند اثرش خیلی فوری و زود خواهد بود. این یکی. و ثانیاً بینندگان محترم، چون دشمنی خود شیعه بر علیه ما خیلی شدیدتر از دشمنی وهابیت، همچشمی علمای شیعه، حسادت اینها و دشمنی اینها و ضربه زدن اینها، نه تنها علمای دجالی، علمای سنتی، بله ضربه اینها کمتر از ضربه وهابیت نیست و دشمنی اینها اگر شدیدتر نباشد کمتر نیست. بینندگان محترم، و ثالثاً اینطوری هم نیست که حرف ما بی تأثیر بوده، الحمدلله رب العالمین، خیلی هم تأثیر گذار بوده و اگر خدا بخواهد
این تأثیرش بیشتر خواهد شد به عون الهی و به تأیید الهی. و در روایات و احادیث آمده که قبل از ظهور امام زمان علیه السلام حجت و بینه برای همگی مردم روشن می شود، به طوری که در دنیا هیچ مستضعف در دین نمی ماند. خب بینندگان محترم، الحمدلله رب العالمین، این اگر آیات در احادیث آمده، در بیشتر از یک حدیث آمده که قبل از ظهور امام زمان علیه السلام این چنین خواهد شد. خب بینندگان محترم، در این راستا شبکه اهل بیت علیهم السلام فارسی و عربیان سهم به سزایی داشته و خود شما این برای شما واضح و روشن، الحمدلله رب العالمین. خب بینندگان محترم، پیرامون مباهله صحبت بکنیم، و مباهله همونطوری که عرض کردم از ادله واضحه و از حجج واضحه هست که اهل بیت اطهار علیهم السلام سادات اهل ایمانند و اینها مانند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هستند و اینها اقرب الناس و احب الناس و افضل الناس عند الله تبارک و تعالی می باشند. خب بینندگان محترم، وقتی که اگر ما بتوانیم ثابت بکنیم از خود واقعی مباهله و آیه قرآن کریم که امیر المؤمنین علیه السلام جان شیرین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هستند و حضرت و امام حسین صلوات الله علیهما و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، اینها اقرب الناس و افضل الناس و احب الناس و اعلم الناس و اکمل الناس، از همه مردم کاملتر و از همه مردم مقربتر و از همه مردم با فضیلت‌تر نزد پروردگار عالم هستند. خب واضح و روشنه که متعین هست که اتباع اینها و متعین هست پیروی از اینها، و کسی که افضل باشد و اقرب باشد عند الله تبارک و تعالی و اعلم باشد و اکمل باشد و اتقا باشد و اطهر باشد، یعنی عالمتر باشد، با تقواتر باشد، با ایمانتر باشد، پاکتر باشد، ولی شما او را ول بکنید، از یک کسی که به این صفات نیست از او پیروی بکنید، در این کار شما خسارمند بودن این شخص واضح و آشکار هست. خب بینندگان محترم، اصل واقعی مباهله چیست؟ بینندگان محترم، نصارای نجران که نجران منطقه‌ای هست نزدیک یمن، در اون منطقه نصارا بودند و اونجا کلیسای بزرگی داشتند و رهبری داشتند، اینها آمدن پیش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و اینها ادعا می کردند که حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام فرزند خدا هست، بلکه خود خدا هست. شما می دانید بینندگان محترم که جماعت نصارا افکار اینها خیلی شبیه افکار صوفیه می باشد و اصلا تصوف مقدار زیادش برگرفته از راهبان نصرانی می باشد. و بینندگان محترم، همانطوری که صوفیه می گویند که خداوند متعال به اشکال مختلف ظاهر می شود و در اشیاء حلول می کند، همچنین قائل به اتحاد و قائل به حلول، بله، و قائل به تجلی و تظاهر، جماعت نصارا هستند که حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام هم پسر خدا هست، هم خود خدا هست و هم روح القدس هست و در عین حال غیر اینها هست. و این بینندگان محترم خیلی شبیه قول جماعت صوفیه می باشد که جماعت صوفیه و عرفا را خدا لعنت کرده و اهل بیت علیهم السلام لعنت فرموده اند. خب بینندگان محترم، اینها این ادعایی را داشتند و طبق روایاتی که جماعت عمریه نقل کردند، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر اینها استدلال فرمودند که این چنین نیست که شما میگویید عیسی ابن مریم علیه السلام خدا هست یا پسر خدا هست. اونا گفتند ما دلیل داریم. فرمودند دلیل شما چیست؟ گفتند اگر خدا نبود پس چرا مرده را زنده می کرد؟ اگر خدا نبود پس چرا پس پدر او چه کسی هست؟ بله، اگر او پسر خدا نیست پس پدر او چه کسی هست؟ بینندگان محترم، و جالب اینه که امروز هم استدلال نصارا بر خدا بودن و پسر خدا بودن حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام همین امر هست
که میگویند چطور حضرت عیسی علیه السلام می توانست روی آب راه برود، چطور حضرت عیسی علیه السلام می توانست مرده را زنده بکند. پس او پسر خدا بوده، علیاذ بالله. خب بینندگان محترم، حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که این که شما میگوید پدر او چه کسی بوده، بله، ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. بله، اگر شما میگویید که عیسی ابن مریم علیه السلام پسر خدا بوده چون کسی از بشر پدر او نیست، پس گوش بکنید که اگر این چنین باشد، پس حضرت آدم علیه السلام خیلی اولا هست به اینکه او خدا باشد یا پسر خدا باشد، چون او را خداوند متعال آفرید، نه پدری داشت نه مادری داشت، او را از خاک آفرید و به او حضرت آدم علیه السلام فرمود کن فیکون، باش، پس او بود. پس این که کسی بدون خود اون خدایی که میتواند آدم علیه السلام را، و شما نصارا قبول دارید اون خدایی که میتواند آدم علیه السلام را بدون پدر و مادر بیافریند، حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام را هم میتواند بدون پدر به دنیا بیاورد. خداوند متعال خالق هست و تمام قوانین طبیعت در دست پروردگار عالم هست، هر جا که بخواهد یک قانونی از قوانین طبیعت را خرق بکند و یک اعجازی و یک کرامتی ظاهر بسازد، این مانعی ندارد. بله، خب بینندگان محترم، اما جواب نصارا از این که عیسی ابن مریم علیه السلام مرده را زنده می کرد و یا روی آب را می رفت، خب جواب از آن خیلی ساده و آسان هست. بله، خیلی از انبیاء علیه السلام هستند که خود نصارا قبول دارند، اونها را مانند حضرت موسی علیه السلام، مانند حضرت ابراهیم علیه السلام، که اینها معجزات دارند و اینها هیچ کدامشان به اعتراف خود نصارا نه خدا بودن نه پسر خدا بودن. حضرت ابراهیم علیه السلام را در آتش انداختن، آتش گلستان شد. حضرت موسی علیه السلام عصا داشت و با عصایش معجزاتی داشت، بدون این که هیچ کدام اینها پسر خدا باشد. خب بینندگان محترم، اما نصارا خیلی صحبت می کردن و به حرفای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم توجه نمی کردن و صبح تا ظهر هی حرف می زدن و صحبت می کردن و باعث اذیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می شدن. لذا آیه مبارکه می فرماید فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم، اینهایی که با تو استدلال می کنن بعد از اینکه علمی و بیان روشن و واضحی که شما ارائه دادید، بعد از اینکه این علم واضح و روشن که از جانب خدا برای شما آمده و با این بیان واضح و روشن تا شما استدلال های اینها را ابطال فرمودید، باز هم اینها میخواهند که با شما استدلال بکنند و جلو عوام الناس این چنین وانمود بکنند که بله کلام اینها مثلا وجهی دارد، عقیده اینها وجهی دارد. خب بینندگان محترم، کسانی که این چنین هستند، فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل، پس شما بفرمایید حبیب ما، فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل. پس شما به اینها بفرمایید که تعالوا، شما بیایید، ندعو، ما دعوت میکنیم، ابناءنا و ابناءکم، شما فرزندانتان را دعوت بکنید، ما فرزندان خودمان را دعوت میکنیم و شما اهل خانه خودتان را، خانمانتان را دعوت بکنید، ما هم اهل خانه و خانمان خود را دعوت میکنیم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، و شما هم دعوت بکنید آنهایی که به منزله نفس شما هست، مثل شما هست، بله هم منزلت شما هستند، و ما هم دعوت میکنیم آن کسانی را که به منزله نفس ما هستند، به منزله جان ما هستند، مثل ما هستند، در همون مرتبه‌ای که ما قرار داریم همان مرتبه قرار دارند. فنبتهل، بعد هم مباهله میکنیم، مباهله چیست؟ فنجعل لعنت الله علی الكاذبین، هر دوی ما دعا میکنیم که هر طایفه که دروغگو باشد خداوند متعال بر او عذابش را نازل بفرماید.
مورد عذاب قرار بگیرد. خب بینندگان محترم، این آیه مبارکه و معنای آن، و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمدن با اهل بیتشان و نصارا بله ترسیدن و اونها حاضر به مباهله نشدند. این نزول این آیه و این واقعه بر همون مطالبی که با آن اشاره کردم خدمت شما به آن دلالت می کند، به بیانی که عرض خواهد شد. حالا من مطالب را از خارج بالاجمال بیان کردم، تفصیل مطالب از کتب عمریه طی چند جلسه خدمت شما به عرض خواهد رسید. شما این را بدانید بینندگان محترم که مذهب عمریه اساسش بر دروغ و بر کتمان حقیقت هست و این مذهب توانسته دوام بیاورد فقط برای اینکه توانستن اینها حقیقت را کتمان بکنند. و الحمدلله مذهب شیعه مذهبی هست که هرچی حقایق آن واضحتر و روشنتر بشود، الحمدلله رب العالمین، دلهای مردم را بیشتر به خود جلب می کند. مذهب عمریه چون اساس اینها بر کتمان حقیقت هست، اینها در خیلی از جاها اصل مباهله را منکر شده اند. البته علمای بزرگ اینها من جایی ندیدم که مباهله را منکر شده باشند، علمای کوچک و درجه پایین اینها وقتی در بین عوام خود قرار میگیرند اونها میگویند. مثلا یادم هست یک زمانی ما با سپاه صحابه یک زمانی بود گفتگویی داشتیم، اونها میگفتند که مباهله اصلا واقع نشده، دروغ میزدند، میگفتند نه اصل قضیه اصلا نیست، شیعیان این را بافتند. خب اینا کسانی بودند که کوچک بودند و مثلا از لحاظ علمی در بین عوام الناس این حرفا را میتوانند بگویند، اما خب علمای اینها اونایی که حرف سرشان میشود جرأت ندارن این کار را بکنن. حالا بینندگان محترم، وقایع قبل از مباهله چی بود؟ وقایع بعد از مباهله چیست؟ من در پیرامون این مطالب بعضی از امور را برای شما نشان میدهم. این کتاب جامع البیان طبری هست بینندگان محترم. جامع البیان عن تأویل آیه القرآن الکریم، نوشته ابن جریر طبری، جزء ثالث، طبع دار الفکر، که در سال 1430 در دار الفکر بیروت چاپ شد. در این کتاب بینندگان عزیز در تفسیر سوره مبارکه آل عمران ملاحظه بفرمایید بینندگان من، این تفسیر سوره آل عمران هست. در اینجا در اولش الله الالف لام میم، الله لا اله الا هو الحی القیوم، اینجا که بیشتر این سوره در خطاب به نصارا هست. و بینندگان محترم، خیلی از جاهای قرآن کریم کنایه هست و حالا من لازم وقتم، حالا مطلب چون خیلی زیاده، بله من پیرامون قرآن کریم و تحریق قرآن کریم توسط عثمان در سابق با شما صحبت کرده بودم، 4 سال پیش 5 سال پیش، در این اواخر صحبت نکردم. لازم و ضروری هست پیرامون این مطلب، بله ماه رمضان ماه قرآن کریم، صحبت بکنم. بله و گفته بودیم هم که پیرامون متائن عثمان صحبت میکنیم. حالا قبل از اتمام ماه رمضان ان شاء الله العزیز، بعد از اتمام بحث مباهله اگر نوبت برسد ان شاء الله وقتمان، پیرامون این مطلب باید صحبت بکنم که قضیه از چه قراره. حالا خلاصه حرف اینه که قرآن کریم طبق مذهب عمریه ناقص هست و خیلی زیاد ناقصه و این جماعت به دروغ بین عوام الناس خود این چنین مشهور کردن که اجماع فرقه عمریه اینه که قرآن کریم ناقص نیست. این فقط یک اجماعی هست که اینها زبانی در کتب خودشان هم البته این ادعاها را دارند، اینطوری نیست تنها زبانی باشد، اما اون چیزی که اینها به احادیث صحیحه روایت کردند از در کتب خودشان راجع به این که عثمان چطور مصاحف را از بین برد و آتش زد و صحابه با او مخالفت کردند، این مطلب بینندگان عزیز یک مطلبیه که باید در جای خودش مورد کنکاش قرار بگیره و انشاءالله خداوند متعال به ما توفیق بدهد این مطالب را خدمت شما به عرض میرسانیم. بینندگان محترم، شاید شما بعضی جاها اینچنین فکر بکنید که من از خودم تعریف میکنم، مثلا میگم بقیه علما به این مطالب نمیپردازند ما پرداخته ایم،
منظور این نیست، ابدا این چنین نیست که من بخواهم اینجا از خودم تعریف بکنم، اما حقیقت مطلب این چنینه که خیلی از مطالب که ما در این شبکه مطرح میکنیم در جاهای دیگر شما اون را نمیابید، اگر هم بیابید به صورت جزئی و سرسری مطرح کردند. و هر وقتی که من این مطلب را گفتم بینندگان عزیز، هدف از آن خودستایی نیست که حالا بعضی از روحانیون و طلبه ها، خصوصا اینا هم حسادت هم بین آخوندها خیلی شدیده، اینا فکر بکنن که من میخوام خودم را مطرح بکنم. بله اینطوری نیست. بعضی از وقتها ما مجبوریم که این مطلب را تذکر بدهیم به خاطر اینکه شما مردم قدر این مطالب را بدانند، به این خاطره. و الا این چنین نیست که من بخوام خودم را اینجا بستایم و اصلا که دوستانی که زنگ میزنند و مرا تعریف میکنند، من خودم در وجود خودم اذیت میشوم. این حالت روحی من همینه. بله اگر با مطالب من موافقت بکنند اون مرا خوشحال میسازد. چرا؟ چون مطالبی که من بر عرض میرسانم، این مطالب همگیش در راستای اثبات ولایت اهل بیت علیهم الصلاه و السلام و ابطال جبت طاغوته. وقتی که در اون مسائل مثلا میگن ما خوب فهمیدیم این مطالب را شما گفتید و ما توافق میکنند، اون مرا خوشحال میسازد. اما این غیر از اونه که اینا مرا تعریف میکنند. خب حالا بینندگان محترم، آیه سوره آل عمران خیلی از این سوره خطاب به نصارا هست، خطاب به نصارا هست. و بینندگان محترم، خدمت شما به عرض برسانم که قرآن چون نزد جماعت عمریه، بله نزد جماعت عمریه ناقص می باشد، اونها خیلی از وقتها از ما دلیل می خواهند که شما از قرآن دلیل بیارید بر فلان مطلب، گویا این که حدیث صحیح رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حجت نیست. حالا بینندگان محترم، چون قرآن در نزد این جماعت ناقص هست، مطالبه دلیل از قرآنی که طبق میزان خود اینها و طبق احادیث متواتره خود اینها ناقص هست، بله این مطالبه نابجا و غیر صحیح هست. این یک. ثانیاً بینندگان محترم، خیلی از جاها قرآن کریم با لباس زبان کنایه صحبت کرده و احادیث هم از اهل بیت اطهار علیهم السلام، از خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در کتب خود مخالفین خیلی زیاده که صحابه اتباع میکنن، و نه تنها صحابه بلکه امت او اتباع میکنن. لتتبعن سنن من کان قبلكم شبرا بشبر و ذراعا بذراع، که صحابه و امت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پیروی میکنن سنت یهود و نصارا را. خب اینجا فرموده اهل بیت علیهم الصلاه و السلام فرمودن که قرآن کریم، در قرآن کریم کنایه خیلی زیاده، و همچنین فرمودن که آیاتی که درباره کفر، درباره نفاق مذمت هست، همه اینها درباره مخالفین اهل بیت علیهم السلام نازل شده، و آیات مدح و ثنا همگیش درباره محمد و آل محمد علیهم السلام نازل شده. و این یک قاعده کلیه هست بینندگان محترم. خب این وقتی این قاعده کلیه دست شما آمد و کنایه گفتنم که در زبان فصحا و بلغا یک امر خیلی شایع هست، و اصلا کسی که کلامی و از کنایه خالی باشد حساب او در زمره بلغا و فصحا نشاید. لذا بینندگان محترم، خیلی از این آیاتی که در مذمت نصارا هست، خیلی از این آیاتی که در مذمت یهود هست، اصل مقصود اینها همین امت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پیروان جبت و طاغوت می باشند. حالا دور نریم بینندگان عزیز، مبحث ما مبحث مباهله هست. در اینجا تفسیر سوره آل عمران به این مناسبت روایت 5136 اینجا، بله ابن جریر طبری روایت میکند که بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وفد نجران آمدند، 60 سواره بودند، در اون 60 سواره 14 نفر از اشراف اونها بودند و 3 نفر اونها از رؤسای اونها بودند. 60 نفر، 14 تا از اشراف اونها و 3 نفر هم رئیس اونها. یکی اونها بود اسمش عاقب بود، امیر القوم و ذو رأیهم. عاقب کسی بود که امیر اون قوم بود و صاحب تدبیر و صاحب اندیشه، بله که از رأی و فکر او
بله بر نمیگشتن و عاقب این لقبش بوده، اسمش بوده عبدالمسیح، بله، و سید ثمالهم و صاحب رحلهم و مجتمعهم و اسمه الایهام. و یکی دیگر بینندگان محترم که بله و سید ثمالهم، بله، یک کسی دیگر بود که اونجا رئیس بود و تمام امور او به او برمیگشت و اسم او ایهم بود. و ابو حارثه ابن علقمه اسقفهم، و ابو حارثه ابن علقمه اسقف اونها بود. بعد اینجا دوستان عزیز بیان میکنه که اینا چطور آمدن با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم صحبت کردند و مناظره کردند و بله بعدش هم قانع نشدند. و در چندین کتاب این آمده بینندگان محترم، سیوطی در در منصور و غیر اونها این مطلب را روایت کرده اند و لزومی ندارد من این روایت را برای شما بخوانم، چون من از خارج این مطلب را برای شما گفتم. در کتاب های سیره مانند سبل الهدى و الرشاد این مطالب را به تفصیل اونجا بله آورده اند. خب پس اینها با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفتگو کردند، حجت اسلام و دلیل رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و حجت ایشان خیلی واضح و روشن بود و برهان ایشان خیلی واضح و روشن بود. ادعای الوهیت برای عیسی ابن مریم علیه السلام نصارا میکردند، ابطال آن واضح بود، اما نصارا قبول نکردند، همونطوری که امروز شما میبینید برای صوفیه شما دلیل میآورید. بله میگم این کتاب ابوبکر ابن عربیه، ببین اینجا گفته که حضرت ابراهیم علیه السلام اون قوچی را که میخواست ذبح بکند، اون قوچ خدا بود، خدا به اون صورت ظاهر شده بود. این جوابش چیه؟ خب شما جواب بدید. جواب چی میگن؟ میگه شما نمیفهمید. خب میگم سلام، من نفهمیدم، شما که میفهمید جواب بدید. باز میگه شما نمیفهمید. تا روز قیامت هم بپرسی میگه شما نمیفهمید. درسته؟ خب بهش اگر دلیل بیاری که این باطله، این کفره، میگه نه شما نمیفهمید، شما نمیفهمی، شما مشرکی، ابن عربی درست گفته. خب چون تعصب یک مردم را کور میکند، چون به یک راهی که رفته اند دیگر برایشان سخت اعتراف بکنند، اعتراف بکنند که این راه که ما رفتیم باطله، دیگر مشکله برایشان. متوجه هستید؟ حالا خیلی کسانی هستند که پیرو آقای خمینی بودند، آقای خمینی را تعریف کردند، یک عمر از او گفتند عجب مردی، عجب سیدی، عجب مرد با غیرتی، امریکا را به زانو در آورد، شوروی را به زانو در آورد، گفت لا شرقی لا غربی جمهوری اسلامی، از اون شعارهای دیگری که آقای خمینی میداد، بله، و بله دین را زنده کرد، فلان کرد، فلان کرد، فلان کرد. آقای خمینی را تعریف کردند. خب حالا برای اونها بیان بکنین کارهایی که آقای خمینی کرد، حرفایی که زد، اینها همهشان عوام فریبی بود، همش دروغ بود، و آقای خمینی هیچ کدام از این کاراش مطابق کلام اهل بیت علیهم السلام نبود. خب این جماعت نمیتوانند بر علیه شما دلیل بیاورند، نمیتوانند دلیل شما را ابطال بکنند، اما در عین حال بله قبولم نمیکنند، بله میگن که نه شما نمیفهمید، فحش میدن به شما. آخر کلامشان چیه؟ فحش، که شما جاسوس آمریکایی، لعنت بر شما. درسته؟ جماعت مریم همچنینه. بله لذا بینندگان محترم خیلی از این عوام الناس هستند که اینها حق برای اینا روشن هم بشود، اینها تصدیق نمی کنند، تصدیق نمی کنند. لذا چاره کار اینها چیست؟ چاره کار اینها عذاب الهیه دیگه. وقتی که حقم روشن بشود، اون وقت ایمان نیاورند دیگر، اون وقت بله صاحب الزمان علیه السلام شمشیر ایشان چاره کار جنمونه دیگر، دیگر چاره ای ندارد این جماعت. وقتی حق رو واضح و روشن بازم ایمان نمی آورد، بالعکس شما رو فحش می دهد، دیگر این جماعت بله چاره کار اینها شمشیر حضرت صاحب الزمان علیه السلام، ذوالفقار حضرت ولی عصر علیه السلام معجل الله تعالی فرجه الشریف می باشد. خب جماعت نصارا هم همچنین از زبان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حجت را شنیدن، قبول نکردن. خب وقتی که چی شد؟ قبول نکردن، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پیشنهاد عملی به اونها داد. خب بیایید، حالا که باور نمی کنید، خب بیایید، ما شما اعتقاد به خدا دارید، ما هم اعتقاد به خدا داریم، شما هم بلی بیایید، ما هم میاییم،
پیش خدا دعا میکنیم. هر کسی که دروغ میگوید خدا بر اون لعنتش را نازل بکنه. خب وقتی که این فرمایش را رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن، نصارا قبول کردند. در روز موعود قرار بود که هر دو طایفه با هم روبرو بشوند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم با برادر نامدارشان شه خیبرگشا حضرت امیر المؤمنین علیه السلام و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه و حضرت امام حسین علیه السلام در بغل رسول خدا صلی الله علیه و دست مبارک امام حسن مجتبی علیه السلام در دست رسول خدا صلی الله علیه و تشریف آوردند. نصارا چون می دانستن، حداقل بزرگان اونها می دانستن، حالا عوام اونها متوجه شده بوده حتما، اما خب اونا عددشان 60 نفر بودند و از همون بله بزرگ، همگیشان از بزرگان نصارا بودند. اونا خوب میدانستند که کلام نصارا باطله و اونا میدانستند که این لجاجت اونها بیجا هست. همونطوری که مثلا فرقه دجالیه وقتی با من مناظره میکنند، یا مثلا طلاب طرفدار شیرازیه با من مناظره میکنند، بله خب سوالی میکنن جوابشان را میدهیم. خب اینا میدانن که کلام ما برحقه، اما بازم برای همون روش باطل خود اینا لجاجت دارن. خب این سران نصارا اینها خوب میدانستن که کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برحقه. اونها تمام نشانی های رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را در کتب خود دیده بودند و اون نشانی ها را از مردم پنهان میکردند، مانند علمای امروز جماعت عمریه که در کتاب های اینها الى ما شاء الله حدیث ثقلین اینی تارکن فیکم من این خطم بهی لن تذلو بعدی ابدا کتاب الله و عطرتی اهل بیتی. این حدیث صحیح حدیث و بلکه متواتر حدیثه، اینی تارکن فیکم من این خطم بهی لن تذلو بعدی ابدا کتاب الله و سنتی، این حدیث ضعیفه. اون حدیث صحیح را پنهان میکنن، این حدیث ضعیف را در هر خطبه کتاب الله و سنتی این را ذکر میکنن. بله خب این خیانت به کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیست مگر که شما حدیث صحیح متواتر را به مردم نگویید و حدیث ضعیف را اون را مشهور بسازید بین مردم، متوجه هستید؟ خب امروز هم این چنینه. این علمای نصارا میدانستند که کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برحق، بله. اما اینها آمدن چیکار کردند؟ بله خب برای عوام فریبی پنهان میکردن دیگر. ریاست اینها، سیادت اینها، مردم هدیه میارن، مردم احترام میکنن، مردم دست اینها را میبوسن، اینها زندگی راحت و مرفه دارن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه دین مسیحیت بر جا هست. اگر اینها مسلمان بشوند خب اینها همش از بین میرود. بله خب وقتی که این سید نصارا عاقب و اطرافیان او دیدند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمدند، خب اینها نشانی ها را در کتب خود دیده بودند، دیگر ترسیدند و اعتراف کردند، گفتند که من یک چهره هایی را میبینم که اگر با اونها شما مباهله بکنید ای نصارا بر شما لعنت خدا نازل می شود و این وادی را آتش میگیرد و همه شما در این آتش میسوزید، همه شما از بین میروید و شما بله بدترین عذاب بر شما نازل می شود، مسخ می شوید، بله تبدیل به میمون و خنزیر می شوید. لذا اون نصارا گفتن ما مباهله نمی کنیم. گفتن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بله پس با اونها گفت قرار داد بستن که اونها جزیه بدهند، مالیات بدهند به رسول خدا صلی الله علیه و آله. خب بینندگان محترم، این جریان مباهله، حالا این جریان مباهله را به خاطر اینکه اصل مطلب از کتاب‌های عمری ثابت بشود، که نگویند که ما ادعای بیجا کرده ایم، از کتاب‌های خود عمریه برای شما نشان می‌دهیم. بینندگان محترم، این کتاب صحیح مسلم نوشته مسلم ابن حجاج قشیری نیسابوری، طبع دارالفکر که در سال 1432 در دارالفکر بیروت این کتاب چاپ شد. در اینجا بینندگان محترم بله در باب مناقب امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام صفحه 1198 ملاحظه بفرمایید. کتاب و فضائل الصحابه صفحه 1198 باب فضائل سید المسلمین یعصوب الدین ولی العالمین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیهما و آلهما.
در اینجا عده ای از روایات را آورده و از جمله آن این حدیثه، حدیث 2404 با حذف مکررات. عن عامر ابن سعد ابن ابی وقاص، عامر ابن سعد ابن ابی وقاص از پدر خود سعد وقاص روایت میکنند. بله، امر معاویه ابن ابی سفیان سعدا فقال ما منعك ان تسب ابا التراب سلام الله على امير المؤمنين. معاویه امر کرد به ابی به سعد، روایت معروف مشهور بین نگان است، قبلا هم برای شما خواندم. معاویه امر کرد سعد را، بعد گفت، بعد پرسید از سعد ما منعك ان تسب ابا التراب، چه چیز تراب بله معنا کرده که تو بله شتم بکنی و سب بکنی امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام. بله بینندگان محترم، اینجا جماعت عمریه و خب جماعت عمریه یک تعصبی درباره معاویه دارن، این جماعت دیگر خالشان داییشان، چون مادر بزرگ اینها هند جگرخواره هست، خال این جماعت دایی این جماعت که معاویه است و این جماعت راضی نمی شوند که به معاویه کسی بد بگوید. بله سابقا که خیلی شدید بودن، الان دیگر این جماعت خیلی سست شده درباره معاویه. سابقا درباره ابو بکر و عمر خیلی سفت بودن، الان درباره ابو بکر و عمر هم اینها جماعت سست شدن، شکر خداوند متعال. بله به لطف پروردگار عالم و به خاطر بله تبلیغ هایی که در این عصر صورت گرفته، شکر خداوند متعال، و بیان مطاعن ابی بکر و عمر که فرقه عمریه نمیتوانند جواب بدن. بله در اینجا اون مأمورون به معذوف دیگر، شما میدانید دوستان عزیز، مأمورون به محذوفه که ما منعك ان تسب ابا التراب، امر کرد به چی چیزی امر کرد، به چی چیزی امر کرد او را، این را بیان نکرده. بله مسلم، اما ما از خارج میدانیم بینندگان عزیز و خود این سؤال معاویه قرینه هست که اون چیزی را که از صاحبش خواسته بود، از سعد وقاص خواسته بود، او سب امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام بود و علمای عمریه بر این مطلب تصریح نمودند. بینندگان محترم، این کتاب منهاج السنه ابن تیمیه حرانیه، منهاج السنه فی نقد کلام الشیعه و القدریه جزء ثالث سبع دار الکتب العلمیه، که در سال 2009 در دار الکتب العلمیه بیروت لبنان این کتاب چاپ شده. در اینجا بینندگان عزیز ملاحظه بفرمایید، بینندگان محترم، من یک توقف کوتاه میگیرم، من زود برمیگردم، ببخشید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عدوهم، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عدوهم. خب بینندگان بود که معاویه سعد بن وقاص را امر کرد که به امیر المؤمنین علیه السلام ناسزا بگوید و خود ابن تیمیه در کتاب منهاج السنه این مطلب را اعتراف کرده و بیان کرده و قبلا هم این مطلب را برای شما ارائه داده بودیم. بعد نیست حالا دوباره این را ملاحظه بفرمایید بینندگان عزیز، خدمت شما به عرض برسانیم. بله نقد کلام کتب العلمیه صفحه 15 این کتاب بینندگان عزیز. و اما حدیث سعد لما امره معاویه بالسب فابا فقال ما منعك ان تسب علی ابن ابی طالب علیه السلام فقال ثلاث قالهن رسول الله صلی الله علیه و آله.
و اما حدیث سعد انگامی که معاویه او را امر کرد به ناسزا گفتن، پس او قبول نکرد و گفت که بله ما منعک ان تسب امیر المؤمنین علیه الصلاه والسلام. این صریح در همون معناست. و دیگر علمای عمریه هم بینندگان محترم بله تصریح کرده اند در ذیل این حدیث صحیح مسلم که معاویه سعد وقاص را امر به سب امیر المؤمنین علیه الصلاه والسلام کرده بود. این کتاب شروح سنن ابن ماجه هست که مجموعه از شروح سنن ابن ماجه می باشد که در جمله آن شرح سیوطی، شرح سندی، شرح دهلوی، شرح بوسیری و غیر اینها در اینجا در این کتاب درج هست. طبع بیت الافکار الدولیه در این کتاب بینندگان عزیز صفحه 111 این کتاب در جمله شروح آقای سندی بر این مطلب تصریح دارد. قال السندي فنال منه اي نال معاويه تو اينم حديث صحيح يا بينندگان عزيز عن سعد بن وقاص لما قدم معاويه في بعض حجاته فدخل عليه سعد فذكروا عليا عليه السلام فنال منه. بل در ذيل ان حديث كحديث شم صحيح است وان تصحيح از البانيه اين جانبشه صحيح حديث 121 صحيح كمعاويه امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام را بل ناسزا گفت فنال منه ای نال معاویته من علی علیه السلام و وقع فیه و سبه. بله به امیر المؤمنین علیه السلام ناسزا گفت و غیبت او را گفت و او را سب کرد. لعنت الله علی معاویه. بل امر سعدا بالسب کما قیل فی مسلم و الترمذی. بلکه خودشم بد گفت بعد اما سعد را هم امر به سب کرد که همون طوری که مسلم و ترمذی روایت کردن. خب بینندگان عزیز این از یک طرف، از جانب دیگر و اینم حدیث هم صحیح هم در صحیح مسلمه هم ترمذی هست هم سنن ابن ماجه که حدیثش را هم بله تصحیحش را هم براتان نشان دادم و شرح سندی را هم براتان نشان دادم. این از یک طرف. از جانب دیگر سب امیر المؤمنین علیه السلام سب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می باشد. ملاحظه بفرمایید حدیثی که هم حاکم او را تصحیح کرده و هم ذهبی در مستدرک صحیحین حاکم نیشابوری جزء سوم طبع دارالفکر که در سال 1430 در دارالفکر بیروت چاپ شده صفحه 334 این کتاب بینندگان محترم ملاحظه بفرمایید صفحه 334. خب در اینجا بینندگان عزیز حدیث 4673 دخلت على ام سلمه داخل شدم بر ام سلمه فقالت لي ام يسب رسول الله عليه واله وسلم فيكم اي عبد الله عليه وسلم ماذا الله او سبحان الله كلمه نحوها. پس گفتم پناه به خدا سبحان الله یک کلمه مانند آن. فقالت پس ام سلمه فرمودن سمعتو شنیدم من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمودن من سب علیا فقد سبنی، که هر کسی ناسزا و کلام فحش به امیر المؤمنین علیه السلام بدهد به تحقیق که من فحش گفته. هذا حدیث صحیح الاسناد، حدیث صحیح الاسناد 4673 وافقه الذهبي في التلخيص قال صحيح. پس ذهبی در تلخیص مستدرک هم گفته این حدیث صحیح. خب بینندگان عزیز پس ثابت شد که معاویه بله امیر المؤمنین علیه السلام را سب می کرده و سعد وقاص را هم امر می کرده که تو هم این کار را بکن، و هر کسی که امیر المؤمنین علیه السلام را سب بکند به تصریح کلام خود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین آیه مبارکه مباهله و انفسنا و انفسکم که جان شیرین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هستن، ناسزا گفتن به امیر المؤمنین علیه السلام، فحش دادن خود ذات مقدس صاحب رسالت صاحب قرآن کریم صاحب شریعت صلی الله علیه و آله و سلم می باشد.
خب از جانب دیگر فحش و ناسزا گفتن به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ارتداد واضح و روشن است. پس بینندگان محترم، معاویه این که مرتد بوده، کافر بوده، این واضح و روشنه. و معاویه از رجال بخاری و مسلم، و معاویه را عمر نسب کرده بود بر شام. پس بینندگان محترم، این کتاب بخاری و کتاب مسلم که اینها همچنین کافری را مورد اعتناء قرار دادند و مورد اعتماد قرار دادند، و غیر از بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجه، احمد حنبل، همگی از معاویه اخذ حدیث میکنند و او را ثقه میدانند، پس بینندگان محترم، کسی که از یک کافر، یک مرتد، او را احترام بکند، تکریم بکند، او چقدر قبحش بیشتر، حالا چه برسد که از او در دین خود پیروی بکند. و این معاویه، بینندگان محترم، بله شک نمی ماند که مذهب امیه از اساسش باطله و این کتب اصلا مورد اعتنا و مورد اعتماد عقلا و کسی که در دین خدا از خدا خوف داشته باشد نمیتواند مورد اعتماد و آنها واقع بشود. و از جانب دیگر همچین کافری را که کسی امام معین کرده و پیشوای مسلمین معین کرده، خود او کافر. لذا بینندگان عزیز، خیانت عمر بن الخطاب هم واضح و روشن می شود. و بینندگان محترم، حالا دشمنی و عناد معاویه و بنی امیه با امیر المؤمنین علیه السلام پایان یافتنی نیست و تا امروز هم ادامه دارد. و قبل ظهور امام زمان علیه السلام، سفیانی هم که ظهور می کند و خود عمریه ها هم درباره او روایت نقل کرده اند، این سفیانی هم سفیانیه، از اولاد معاویه و یزید و از اولاد ابو سفیان می باشد. و بینندگان محترم، بله خدمت شما به عرض برسانم که چون این معاویه و بنی امیه حدود 80 سال بیشتر بر سرزمین های اسلامی حکومت کردند و کار اینها ناسزا گفتن به امیر المؤمنین علیه السلام، در منبر حال لعن کردن و سب گفتن، و زیاد ابن ابی شیعیان امیر المؤمنین علیه السلام را هر جا میافت میکشت، معاویه میکشت، بینندگان محترم، پس در اینجا همانطوری که من چند شب پیش شاید حدیث مدائنی را برای شما خواندم، روایات فرقه عمریه و احادیث اینها که در همین صدر اول نشأت گرفته و در همه زمین فیلتر گذشته اند، روایات فرقه عمریه هیچ کدامش مورد اعتبار و اعتماد نیست مگر موافق کلام اهل بیت علیهم الصلاه و السلام باشه. از موضوع دور رفتیم بینندگان محترم، برگردیم به حدیث صحیح مسلم. مسلم روایت می کند، صحیح مسلم، که بله به سعد این حرف را گفت که چرا تو فحش ندادی. سعد در جوابش گفت: من سه چیز را از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم، فلن اسبه، پس هیچ وقت من او را ناسزا نمی گویم. لان تکون لی واحده منهن احب الی من حمر النعم، اگر من یکی از این سه صفات را داشتم از تمام ثروت دنیا برای من بله عزیزتر بود. سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول له خلفه فی بعض مغازی، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم امیر المؤمنین علیه السلام را در جنگ موته، غزوه موته بر مدینه، برای خودشان خلیفه گماردند. در اونجا در اون مقام فرمودند امیر المؤمنین علیه السلام به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عرض کردند که مرا با بچه ها و زنها به جای خود گذاشتید. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله، پس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: اما ترضا ان تكون مني بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبوه بعدي، آیا شما راضی نیستید که از من باشید به منزله هارون از موسى مگر اینکه بعد از من نبوتی در کار نیست؟ خب بینندگان محترم، سعد وقاص چی گفت؟ که اگر یکی از این صفات از برای من باشد، از حمر و نعم برای من بهتره. بینندگان محترم، جانشینی امیر المؤمنین علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، از حدیث شریف منزلت من در سابق با تفصیل با شما صحبت کرده هم. جماعت عمریه در با صحت حدیث منزلت هیچ گونه کلامی نمیتوانند بگویند، چون حدیث متواتره. اما آنها میگویند که این انت منی به منزلت هارون من موسا، این فقط در قضیه تبوک، بله در قضیه تبوک، بله فقط عفوا در قضیه
غزوه، بله غزوه تبوک، عفوا من معتق گفتم، معتق اشتباه گفتم، غزوه تبوک. در قضیه 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 غزوه تبوک می باشد مخصوصا، فقط در این قضیه خلیفه ایشان جانشین ایشان به منزله هارون از موسی، همانطوری که هارون وقتی موسی علیه السلام به کوه طور رفت، هارون علیه السلام را به جای خود گماشت که شما اینجا بماشید، قال اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. موسی علیه السلام برای کوه طور رفت برای 30 روز 40 روز، حضرت هارون علیه السلام را جانشین خود گماشت. خب این جانشینی یک جانشینی مختصر، یک جانشینی محدود، نبی صلی الله علیه و آله یا حضرت موسی علیه السلام داد به کوه طور رفته، بله جانشینش در قومش برای این مدت کوتاه برگشت، بعد برگشت دیگر اون جانشینی نیست. همچنین در این قضیه هست، یک جانشینی محدود، فقط محدود به قصبه تبوک، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای یک مدتی رفته بعد برمیگردد، بعد دیگر این جانشینی ساقط می شود. و حضرت هارون علیه السلام هم بعد از موسی علیه السلام خلیفه اش نبود، حضرت هارون علیه السلام در حیات حضرت موسی علیه السلام از دنیا رفته. این نهایت رد فرقه عمر همین فقراتیه که من عرض کردم بینندگان محترم. خب این کلام کلام باطلیه به وجوه متعدد. اولا اگر محدود به همین قضیه تبوک بود، باید خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میگفت. بینندگان محترم عذر میخوام، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نگفت که شما خلیفه و جانشین من هستید در این قضیه تبوک که من میرم میارم، فرمودن که شما به منزله هارون از موسی هستید و صلی الله علیه ما و آله، شما به منزله از من هستید، به منزله همون منزله و مرتبه که هارون از موسی داشت. نگفت در اون سفر خاصی که هارون علیه السلام را اونجا در قوم گذاشت، خودش رفت به کوه طور، در اون قضیه مخصوصه شما در اون قضیه مخصوصه هستید. این قید را وقتی که کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مطلق باشد، قیدی ذکر نکرده باشد، قیدی را از پیش خود اونجا ذکر کردن بدون هیچ گونه دلیلی فقط از روی تعصب، این دلالت بر بله بر کفر طرف میکنه که ابا و شرمی ندارد که به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تهمت ببندد. یک کلامی را که ایشان نگفته به ایشان بگوید که این مقصود ایشان این بوده، اگر مقصودش می بود خودش میگفت. و دلیلش اینه که این کلام مطلقه و مقید نیست، خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اون قید لازم را آورده تا کسی فکر نکند امیر المؤمنین علیه السلام پیغمبر، الا انه لا نبی بعدی، خودش فرمود که بعد از من دیگر نبی نیست. بله بله، اگر فقط برای این قضیه می بود می گفت که فقط در این قضیه شما هستید و بله و قضیه خلافت را مطرح نکرد رسول خدا صلی الله علیه و آله، فرمود در همون مقام و منزلتی که هارون از موسی علیه السلام بود شما از من هستید، شما از من هستید. و بینندگان عزیز، اینجا اینکه این کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عموم دارد، ادله خیلی زیادی در اینجا موجوده، ادله خیلی زیادی در اینجا موجوده. یکی از ادله صحت استثناء هست، صحت استثناء، اگر استثناء واقع شد در کلامی اون دلالت میکند که مستثنا منه اونجا بل عام هست، و این را خود علمای عمریه نقل کردن و گفتند. بله دیگر اونه که دوستان عزیز منزله خودش اسم جنسه و اسم جنس خودش دلالت بر عموم دارد. دیگر این که اضافه به علم هست، اضافه به علم یکی از بله از ادوات عموم می باشد که عموم را می رساند. حالا ما این را قبلا در بحث حدیث منزلت مفصل بیان کرده بودیم و حالا وقت جوابش نیست. اما این که بله بینندگان محترم، هارون علیه السلام در حیات حضرت موسی علیه السلام از دنیا رفته، این درسته، این درسته، اما این منافات ندارد با استدلال شیعه که همون طوری که حضرت موسی علیه السلام و هارون علیه السلام، حضرت هارون علیه السلام در نزد موسی علیه السلام چه مرتبه ای داشت؟ اقرب الناس الیه بود، وزیرش بود، بله شریک کارش بود، شریک در امر هدایتش بود، شریک در علمش بود و بقیه اون اوصافی که برای اونها ذکر شده. كذلك امیر المؤمنین علیه السلام اون اوصاف را دارا هست. و چون ولی حضرت هارون علیه السلام بر تک تک بنی اسرائیل حق طاعت داشت، حق طاعت داشت، امیر المؤمنین علیه السلام این حق طاعت را دارد،
حضرت هارون علیه السلام بر تک تک بنی اسرائیل حق ایمان داشتن و اقرار و اعتراف داشت. حضرت امیر المؤمنین علیه السلام این حق را دارد و واضح روشن است که بله، حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفته، این حق ها از بین نمی رود و لذا مقامی فوق مقام خلافت، حدیث شریف منزلت برای امیر المؤمنین سلام الله علیه به اثبات می رساند. حالا این مطالب را ما طی چندین جلسه برای شما در سابق بیان کرده بودیم. بله، از جمله امور دیگری که دلالت می کند که این حدیث عام هست، کلام سعد وقاص هست که گفت که اگر برای من یکی از این کلمات برای من بود، از تمام دنیا و ما فیها، از حمر و نعم که کنایه از ثروت عظیم هست، برای من عزیزتر بود. یعنی من این را ندارم، یعنی کاش این برای من بود. و بینندگان عزیز، جانشینی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در جنگ ها، مثلا رسول خدا صلی الله علیه و آله برای غزوه احد، خیبر، برای غزوه حدیبیه از مدینه خارج می شود. این برای ادنای از صحابه که ام مکتوم باشد حاصل شده. ام مکتوم مردی بود نابینا و به خاطر همین هم شاید مکتوم گفته اند به ام. بله، ابن ام مکتوم. ما ابن ام مکتوم همون کسی که مریم میگوید درباره او حدیث آیه عبس و تولا نازل شده. او نابینا بود و بله اذان هم میگفت. عمری روایت کردن که اذان صبح را او میگفت، اذان مغرب را بلال میگفت، اذان صبح را. حالا از طریق شیعه وارد نشده، ما تصدیق نمیکنیم. حالا کل حال در خیلی از جنگ ها او را جانشین خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه بله نفس به جای خود گذاشته بود. لذا اگر جانشینی یک جانشینی محدودی می بود، آنطوری که متعصبین از فرقه عمریه می گویند، دیگر وجهی نداشت که سعد وقاص که از عشره مبشره نزد فرقه عمریه هست بگوید که ای کاش من این مقام و منزلت را می داشتم، چون این برای خیلی از صحابه حاصل شده، از جمله ابن ام مکتوم. بعد و سمعته یوم خیبر یقول، روز خیبر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود لأعطین الرایة رجلا یحب الله و رسوله و یحب الله و یحبه الله و رسوله صلی الله علیه و آله. ولما نزلت هذه الآیه، هنگامی که این آیه نازل شد، فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءكم و نساءنا و نساءكم و انفسنا و انفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبین. وقتی آیه مباهله نازل شد، دعا رسول الله صلی الله علیه و آله علیا و فاطمه و حسنا و حسینا فقال اللهم هؤلاء اهلی. هنگامی که این آیه نازل شد، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خواستند امیر المؤمنین علیه السلام را، حضرت زهرا سلام الله علیها را، حضرت امام حسن و امام حسین علیهم الصلاة و السلام را و فرمودند پروردگارا این اهل من هستند. خب بینندگان محترم، حالا این حدیث به روایت مسلم آیه مباهلت درباره خمسه طیبه سلام الله علیهم نازل شده و صحیح مسلم که مانند قرآن کریم نزد فرقه عمریه صحیح می باشند. خب فواید و مدلولات آیه شریف مباهله و واقع مباهله خیلی زیاد می باشد، از جمله همین بینندگان عزیز که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با عمل خودشان نشان دادن، نه تنها با قول خودشان، با عمل خودشان نشان دادن که اهل بیت اونها ایشان صلی الله علیه و آله و سلم چه کسانی هستند. بله، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حجرات ایشان 9 تا زن اونجا بود، 9 تا زن بود. جماعت عمریه میگن عایشه مادرشان، خب مادر این فرقه اونجا بود، مادر اینها هم بود اونجا. بله، مادر دیگرشان حفصه هم اونجا بود. همین دور زنی که درباره اونها پروردگار عالم آیه نازل فرموده بله ان تتوبا الی الله فقد صغت قلوبكم، که خداوند متعال صریح می فرماید که قلب این دو زن کجه. بله، و کجی قلب کنایه از کفر و کنایه از نفاق می باشد. وإن تظاهر عليه فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وإن دو نفر دشمن رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم هستند به تصریح قرآن کریم. حالا آیات قرآن کریم را با جماعت عمریه چه کار؟ قرآن کریم صریح می فرماید که
ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. خودش آن هم میگوین که این درباره عایشه و حفصه نازل شده و سیاق آیات خیلی واضح و روشنه که این درباره عایشه و حفصه نازل شده. و عثمان که بقیه نسخ قرآن کریم را آتش زد، این سوره حجرات را آتش نزد، به خاطر همینه، چون با عایشه بد شده بود و عایشه به او مخالفت میکرد و فتوای قتل او را صادر میکرد، و الا این سوره را هم بر میداشت. بله عثمان، بله، به خاطر همین بر نداشت، آتش نزد این سوره را، چون احتیاجی به این داشت که عایشه را مثلا بکوبد. خب حالا جماعت عمریه را با آیات قرآن کریم چیکار میگن؟ مادرم، خب مادر شما کجا بود؟ جماعت عمریه، اگر عایشه از اهل بیت بود، قرآن کریم فرموده قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم. حبیب من، به نصارای نجران بگو که بیایید، شما هم دعوت کنید، ما هم دعوت میکنیم، شما دعوت کنید فرزندانتان را، ما دعوت میکنیم فرزندان ما را، شما دعوت بکنید زنانتان را، ما دعوت میکنیم زنان خود را، شما دعوت بکنید اون کسی که به منزله جان شماست، عزیزترین و اقرب تمام مردم به شما هست، ما هم دعوت میکنیم اون کسی که به منزله جان ما، نفس ما هست، او را دعوت میکنیم. خب بینندگان محترم، اگر عایشه جماعت عمریه، الان شما یک کمی به کتابهای خودتان برگردید، از علمایتان بپرسید، علمای عمریه، حالا من از اینجا از پیش خودم برای شما دلیل می آورم یا از کتابهای شما دلیل می آورم، این که صحیح مسلمه و امثال آن. عایشه اگر از اهل بیت بود، چرا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عایشه را هم نخواست و می فرمود که اللهم هؤلاء اهل؟ تا اونجا کدام اشکالی پیش نمی آمد، ابهامی نمی ماند، اهل بیت همگی روشن می شد که اهل بیت چه کسانی هستند. شما یک بار فرقه عمریه برای من نشان میدهید که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم یک بار عایشه را درباره عایشه یا حفصه یا ام سلمه یا میمونه یا غیر اینها از زنهای خودش صلی الله علیه و آله و سلم آیه مبارکه تطهیر را تلاوت کرده باشد، درباره اهل بیت علیهم الصلاة و السلام کرارا و مرارا تلاوت فرموده، یک بار درباره اونها تلاوت کرده باشد. پس بینندگان محترم، یکی از فواید واضحه و یکی از مدلولات خیلی روشن واقعی مباهله این است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بیان فرمودند که اهل بیت او چه کسانی هستند، چون اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مقام والا و شریفی هست، چون از خود که پسر که نداشت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که خلیفه و جانشین او باشد، و قرآن کریم تصریح فرموده که اهل بیت او مطهر هستند. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در خطبه های خودش مکرر بیان فرمودند انی تارک فیکم من ان اخذتم به لن تذلوا بعدی ابدا کتاب الله و عترتی اهل بیتی، که من در میان شما دو چیز گرانبها به جا میگذارم که از آن دو اگر پیروی بکنید هیچ وقت گمراه نمیشوید، قرآن و اهل بیت علیهم الصلاة والسلام. پس اهل بیت علیهم السلام واجب الاتباع مثل القرآن الكریم. اهل بیت چه کسانی هستند؟ خب بله، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میدانند، خداوند متعال میدانند که زمان بگذرد عده ای از مردم میآیند میگن ما هم اهل بیت هستیم، زمان بگذرد عایشه میگد بله قوم عایشه میآید میگوید که عایشه اهل بیت، حفصه اهل بیت، ام سلمه اهل بیت، میمونه هم اهل بیت، ام حبیبه اهل بیت، فلان فلان همه گی اهل بیت، صف میارن اینجا که اهل بیت بیاین اینا را امام بسازید. رسول خدا سلام با خودشان با بیان خودشان و قرآن کریم هم واجب کرده ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، واضح روشن برشان واجب گردانیده که اهل بیتتان باید مشخص بشود، هر کسی را که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دعوت کرد اهل بیت هست، چون واجبه که ایشان اونها را بیاورند، و هر کسی را که دعوت نکرد اهل بیت نیست. پس چه کسی را دعوت کرد؟ سعد وقاص در صحیح مسلم تصریح دارد که دعوت کرد حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، حضرت امام حسین علیه السلام، حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و حضرت امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام، اینها را دعوت کرد، پس اینا اهل بیت علیهم الصلاه و السلام. اون نه در
حد بود اونم میگفت بپوشید، چادر بپوشید بیایید. عایشه که خوشش هم میامد بیرون بیاد. خودش هم که روایت کرده که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مرا مجلس رقص میبرد اونجا، بله رقص به من نشان میداد، یاد بده که نگاه کن رقص رو ببین چگونه میرقصند. خب بله، خب اینجا هم چرا دعوت نکرد او را، عایشه را؟ بله خب واضح و روشن بینندگان عزیز، اهل بیت علیهم السلام چه کسانی هستند. حالا بینندگان عزیز، من به همین مقدار در این برنامه اکتفا میکنم. در شبهای آینده بیانات انشاءالله واضحتر و روشنتر و بیشتر انشاءالله به عون الهی و به تأیید الهی خدمت شما به عرض خواهد رسید. در این جلسه به همین مقدار شما از من بله قبول بکنید و اکتفا بکنید. حالا من تلفن ها را باز میکنم و اما بعد از یک توقف خیلی کوتاه.